کردستان یکی از کشورهایی است که در منطقه اوراسیایی قرار دارد. پایتخت آن شهر تفلیس از دیرباز به عروس شهرهای آسیایی میانه و قفقاز شهرت داشته است. ما در این ویدیو برگرفته از تجربه خودمان از سفر به تفلیس شما را با 10 تا از جاذبه‌های گردشگری این شهر آشنا می‌کنیم. پس با من همراه باشید. ما امروز به تفلیس و کلیسای تاریخی ترینیتی اومدیم تا یک گزارش زیبایی برای شما آماده کنیم. پس این کلیسای زیبا رو با هم بریم ببینیم. کلیسای اصلی ارتدوکسی تفلیس است که بین سالهای 1995 تا 2004 بنا شده. این کلیسا سومین کلیسای مرتفع دنیا میگن هستش و البته یکی از بزرگترین کلیساهای جهان هم شناخته میشه. به سبک معماری گرجی بنا شده و خب معماری گرجی رو به جهانیان نشون میده، چرا که علاوه بر مراسم مذهبی در این کلیسا که از گردشگران هم امکان ورود به داخل سالن کلیسا و البته تصویربرداری رو دارند. خب دوستان، مکان بعدی که اومدیم و میخوام به شما معرفی کنم موزه ملی گرجستان است که شامل چند بخش میشه این موزه. این بخش ها شامل کشفیات باستانی گرجستان، حیات وحش، مسیحیت ارتدوکس و از همه مهمتر چرخه تکامل انسان هست. آوردن و در اینجا نگهداری میکنن تا و حالت زیبایی رو درست کرده. تقریبا چرخه تکامل انسان رو از چیزی حدود 8000 سال 8 انسان‌های مدرن ادامه پیدا کرده که خیلی جالب است و انسان‌ها رو چرخه تکامل انسان رو قشنگ نشون میده و البته همینطور که داریم می‌بینید استخوان‌ها و فسیل‌های مختلفی از انسان‌هایی هم هست که به میلیون‌ها سال قبل برمی‌گرده. مکان دیگه که به شما پیشنهاد میکنم تلکابین تفلیس هست. این تلکابین در سال 2012 افتتاح شده. این تلکابین پارک رایک رو که در غرب این رودخونه قرار داره به قلعه نارینکالا، همینی که در تصویر داریم میبینین در بالای اون تپه، وصل میکنه. خب اینجا مکان بعدی ماست دوستان که با این تلکابین اومدیم، یعنی قلعه ناریکالا که بر روی یک تپه در کنار رود مکتواری قرار داره. حالا اسم این رود رو من نمیدونم درست تلفظ میکنم، مکتواری. این قلعه که دارین میبینید از دو بخش دیواری بین حموم‌های گوگرد و باغ‌های گیاهشناسی تفلیس تشکیل شده و یک کلیسا، همینی که دارید در تصویر میبینید که کلیسای سنت نیکلاس هست، در داخل این قلعه قرار داره.
شورای شهر تفلیس در اوایل سال 2010 سفارش ساخت سازه‌ای به منظور اتصال بخش‌های قدیمی و جدید تفلیس را به یک طراح برجسته ایتالیایی داد و در ماه می همان سال مراسم رسمی افتتاحیه پل بر فراز رودخانه بزرگ شهر برگزار گردید. این پل‌ها به دلیل صلح بین شوروی سابق و گرجستان پل صلح نامیدند. دوستان، مکان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پارک واتسپیدو است که در بالای تپه‌ای قرار داره و برای رسیدن بهش باید سوار این فونیکولار شد و این مناظر زیبا رو در مسیر رد بدید. شاید یکی از بهترین قسمت‌های این پارک این منظره زیبایی باشه که شهر زیر پای شماست. فکر کنید شبش چی باشه؟ شبش هم بدیه. خب مکان بعدی که به اونجا خواهیم رفت کلیسایی هستش که در تصویر دارید می‌بینید دوستان. دوستان، این کلیسایی که دارید میبینید کلیسای متخی است که اولین کلیسای ساخته شده در تفلیس میباشه. این کلیسا همینطور که دارید میبینید این کلیسا دقیقا در کنار رودخانه بزرگ شهر قرار گرفته. خب این مکان یک کلیسای ارتودکسی است که در قرن 12 میلادی ساخته شده و نکته جالب توجهش اینجاست که نوع معماری و شکل ساخت این سازه هست که خیلی خاصه. البته اجازه ندادن ما داخل این کلیسا فیلم برداری کنیم، حالا شما رفتین شاید به شما اجازه بدن. البته این جایی که الان دارید میبینید خیلی پایین تر از ساخت خود کلیسا هستش، دقیقا در کنار رودخانه قرار داره. در مخفی پیدا کردم اینجا، بریم ببینیم چی دیگه میاد. اما اگر از معدود کسانی هستید که از غذاهای لذیذ گرجی لذت نمیبرید، ما به شما رستوران ایرانی 1001 شب را پیشنهاد میکنیم که اون مثل ما علاوه بر لذت بردن از طعم واقعی غذای ایرانی، لحظاتی خاطره انگیز را با آهنگهای قدیم ایرانی و بانو شهناز تهرانی سپری خواهید.